در صحیح مسلم آیه البته شرح نووی که شرح صحیح مسلم هست، در اونجا در ارتباط با آیه رجم بحث میکنه. آیه رجم که از آیات است که بحث شده و مخصوصا راوی این قضیه هم جناب خلیفه دوم عمر بن الخطاب هست که ایشان حد نقل میکنه که ایشان این آیات را آورد اما زید ابن ثابت و تیمشان قبول نکرد چون شاهد نداشت. این مطلب در سیاه سته آمده که اصل آیش گویا اینه که الشیخ و الشیخه ازا زنه یا فرجوه ما البتته. اگر یک مرد و زنی مثلا اینجا تعبیر شیخ و شیخه داره منظور پیره، یعنی مثلا اینها اگر عمل منافی عفت زنا را انجام بدن اینا باید رجم بشن، یعنی سنگسار بشن. خب میگه اینا را آورد ولی او تیم قبول نکرد چون خود تنها خود عمر ابن الخطاب بود، باید دو تا شاهد شهادت میدادن و چون شاهدی دوم دیگه نداشت پذیرفته نشد. خب پس معلوم میشه که حالا یک مطلبی بوده دیگه، آیه بوده. یا از جناب ام المؤمنین عایشه نقل شده، ایشان میگوید که در زمان پیامبر تا وقت پیامبر زنده بود سوره احزاب حدود 200 آیه بوده، یعنی 200 آیه داشته. الان سوره احزاب 73 آیه است. این سوره 200 آیه داشته، بقیه کجا شده؟ یعنی 100 و چند آیه دیگه وجود نداره. یک سلسش مانده، دو سلسش نیست. اینا خب در مسند امام احمد حنبل این مطالب آمده. و خب یعنی در زمان میگه البته در این دوره عثمان که جمع آوری کردن بعضی نسخه را نتوانستن پیدا کنن، یعنی بعضی آیات را پیدا نتوانستن، یعنی نتوانست اونها را پیدا بکنه، لذا اینا حذف شده دیگه مونده. یا آقای سیوطی در خب در دور المنصور این مطلب رو نوشته میکنه و نقل میکنه از عبی ابن کعب که سوره احزاب معادل سوره بقره بود. سوره بقره 286 آیه است. فعلا سوره احزاب 73 آیه است، یعنی از نصف بیشتر یه آیات کجا شده؟ پس بوده دیگه، یک چیزی بوده و اینا آورده نشده، یعنی در زمان پیامبر بوده. همینطور از مالک ابن انس نقل شده که سوره براءت هم اندازه سوره بقره بوده. خب سوره براءت فعلا آیاتی کمتری داره که هم آیه سویتی هم در الاتقان نقل میکنه از زبان مالک ابن انس. و همینطور یک نقل دیگه باز هم از جناب عایشه نقل شده که در ارتباط با رضاء کبیره است که آیات رضاء کبیره، یعنی یک انسان بزرگ، یک انسانی که بالغ بزرگه مثلا 20 سال 30 سالشه، اگر از سینه یک مثلا خانم شیر بخورد اما دفعه مثلا 10 مرتبه هر تعدادی که دوراش مشخص شده دیگه در آمده، این آیات میگه خب این هم سبب محرمیت میشه. مثلی که ما مثلا اگر طفل و کودک از سینه یک مادری از سینه یک خانم دیگه شیر به مکه شیر بخوره محرم میشه، با فرزند رضایی گفته میشه. این در ارتباط با رضای کبیره هم هست، انسان بزرگ هم میتونه محرم شه و فرزند خوانده شه. خب این آیات هم میگه بود ولی در زمان وفات پیامبر بزرگوار اسلام غفلتی که صورت گرفت حیوانی آمد و خورد. خب پس بوده. این ادعایی در سنن ابن ماجه است، سنن دارمی است و همینطور در سایر سیاه و مسانید است. بله اینا در کتب معتبره حدیثی آمده.